ببخشید استاد، میخواستم ببینم اونور که میرن دوباره خانواده ها با هم ملاقاتی دارن؟ یعنی کسایی که همدیگر رو دوست دارن اونور میتونن همدیگر رو ببینن؟ بله، ما اجازه بدیم، ما یه تجربه خوبی داشتیم در این تجربه، حتی خوب نمیتونیم بگیم، تجربه هم خوب هم بد واقعا. یه تجربه داریم، بزنید از زبان خودشون بشنویم. برادرش و خانومش و دخترم دارن جیغ میزنن تو سر خودشون که این مرد. در همین موقع با شما تماس گرفتن و شما گفتید که ضربان قلب چطوره، واقعا دیگه نداشت و نفس هم اصلا نمیکشید، که گفتین دستونو بزنین رو قلبش. به من از دیگه من و خانومش دست با برادرش دستامونو گذاشتیم، دقیقا مثل که یه تلمبه ترکید، یعنی به قدر این ضربان بالا رفت که خود ما اونجا ترسیدیم و به خرخر افتاد. و بعد از اینکه به خرخر افتاد دیگه به خرخر افتاد رفتنش که خیلی راحت بود اصلا. بله بفرمایید. اصلا یه لحظه گفتم اینا چرا اینجوری میکنه، من که خوابیدم، بعد دیدم منو میبینم. بله، منی که خوابیده رو میبینم، این بی‌انصاف که قاشقو داره دندونامو خورد میکنه میبینم، خانممو. بعد دوباره خیلی خاطراتم پاک شده، یعنی اون احساساتم. فقط بگم ادراکات انقدر سنگینه، من در هر ثانیه مغزم هزاران بار داره ریلود میشه و تو هر ریلود درکم ضعیف‌تر میشد، خاطرم برداشتی که آورده بودم با خودم کمتر میشد. یه چیزو با خودم خیلی خوب آوردم، حسرت بود. حسرت نب و یکی به من میگفت که اون قیامتی که منتظرشین با این وضعیت اینه. حسرت نمیشه این که مثلا یه ماشین BMW داریم بره تو دره، نه عزیزمون بمیره، اصلا اینطوری نبود. ماجرای حسرت یه دره عمیقی بود که اصلا جرفناش معلوم نبود و وجود آدم. ولی یه چیز جالب این بود که من از دید همه زندگی رو میدیدم، از دید اون کسایی که اومده بودن بالا سرم، اون کارمند اورژانس. اولا یک ثانیه مفهوم تن واحده برام افتاد، جنسیت برام معنی نداشت، دختر کوچیکم که الان مثلا بگه بابا براش میبینم نمیشناختم، نمیفهمیدم جنسیت. اتفاقا لحظه ای که جنسیت رو فهمیدم عذابم بیشتر شد، یعنی هی فشارارون بیشتر شد، طوری که اصلا بعدش خیلی سخت بود، یعنی معنای پدر، مادر، جنسیت. بعد حالا نگران اینا بودم، ولی تا قبل از اون نه نگرانی داشتم. برگشتن خیلی سنگین و دردناکه، خیلی سخته. حالا اصلا آدم با چه توشه‌ای میره اونور. به شدت پاک شد این ذهنی خاطرات من، یعنی اصلا حجم دانه قابل انتقال نیست. در عین اینکه همان واحد، یعنی شما میدیدی که این بنده خدا که داره تو رو نجات میده، من کاملا انگار زندگیمو با همه زندگی همه اونا رو تجربه داشته در یک لحظه فقط. بله، بسیار بسیار ممنون، خیلی متشکر. حالا یه دست بزنید که برگشت بده. بله، اتفاقی که میفته در وله اول اون طرف اینه که حالا این چیزایی که ما دنبالش هستیم، داریم میریم به وحدانیت برسیم. خب گفتیم تلفیق آیات به ما میگه الیه راجعون و لا اله الا الله، یکتا، به سوی اون میریم، اون یکتاست. یعنی چی؟ یعنی ما به سمت یکتایی میریم، یعنی داریم میریم که یکتایی رو درک بکنیم. خب حالا این توی مراحل مختلفی وقتی میریم بهش میرسیم. اگه خاطرتون باشه، حالا یا دوستانی که تو تشش و دفاعی اونها رو دنبال کردن، گفتیم که اونجا دیگه جنسیت، اون چی دیگه وابسته به مکانه، مفهوم نداره، مثل جنسیت، مثل زبان، به چه زبانی صحبت میکنیم، اینها هیچ کدوم مفهومی نداره. و به اصطلاح بعد از لحظاتی، حالا ابتدای اولی قضیه موضوع اینجوریه، بعد یواش یواش ما میفتیم روی مدار اون طرف که وابستگی ها حالا ظاهر میشه، یعنی روان کاربود اختر میمیره، روان میمیره و بعد از اون ذهن ما برنامه هاشو میریزه رو، به چی وابسته است، چه چیزای مد نظرشه و اینها میاد رو و دیگه از اونجا به بعد مسئله دنبال میشه.